سلام. سلام. چرا انقدر دیر کردی؟ صورتت چی شده؟ لباساتت چرا عوض کردی؟ چیزی نشده. دعوا کردم. دعوا؟ با کی دست به یقه شدی؟ والا من با کسی دست به یقه نشدم. با هم دست به یقه شدن. کیا؟ من که نمیشناختمشون. ولی اونا منو خوب میشناختن. جلوی زن بچت باشون گلا بیزی شدی؟ زن بچه هم امرام نبوده. تو امشب با مهسا بیرون نرفتی؟ نه نشد. با عزتو من میرم بخوابم. یعنی چی شده؟ نمیدونم. به چی فکر میکنی؟ به این که من کیم؟ به گذشتم. سوال سختیه، مخصوصا برای تو. خیلی سخته وقتی فهمیدم برای زنم همسر خوبی نبودم. گفتم درستش میکنم، چیزی نیست، زن و شوهر با هم دعوا دارن، برای مهسا تلاش کن درست میشه. بعد فهمیدم برای شما هم پسر خوبی نبودم. گفتم اشکال نداره، تلاشمو میکنم، امید داشته باش. حالا دارم فکر میکنم من اگه خلافکار باشم چی؟ اگه جانی خطرناک باشم چی؟ منظورم اینه که اگه آدم کشته باشم چیکار باید بکنم؟ این حرفا چیه میزنی؟ تو فقط یه خورده بد اخلاق بودی همه. شما چیز زیادی از گذشته من نمیدونید. حتی نمیدونستید من و زنم داریم از هم جدا میشیم. درسته، ولی تو پسر منی. ممکنه تو زندگیت خیلی اشتباه کرده باشی، ولی کیه که بتونه بگه اشتباه نکرده؟ اگه یکی از این اشتباه به خلافی منجر شده باشه که نشه بخشیدش چی؟ نشه ازش گذشت؟ هرچی باشه باید باش روبرو بشی. من میترسم، خیلی میترسم. نترس پسرم، نترس. شما اگه بدونیم من قاتلم، باز به من میگی پسرم؟ اگه بدونی من دزدی کردم، اون پسر نیستم که شما دوست داشتی بهش افتخار کنی. تو پسر منی، از خون منی. من و مادرت هیچ وقت تو رو تنها نمیذاریم. دلم نمیخواد صبح بشه، نمیخوام از این خونه برم بیرون. گذشته ی آدم چیزی نیست که بشه ازش فرار کرد. اگه پنهانم بشی اون میاد سراغت. پس بهتره مرد و مردونه خودت بری سراغش. از گذشته من چیزی تو این اتاق نیست. چرا بذارم؟ اون صندوقچه، اون صندوقچه مال گذشته های دوره که سالها کسی سراغش نرفته. میتونی با اون صندوقچه شروع کنی. ممنون پدر که هستین.
چی شد؟ محبوبه به من گفت پدر، به من گفت پدر. الو. الو هانیه. سلام. سلام. من اون قدام که تو فکر میکنی آدم بدی نیستم. گوش میکنی؟ آره. دوست دارم تو این ماجرایی که برام اتفاق افتاده بدونم که تو با منی. میدونم همیشه تنها بودی، هیچ وقت کنارت نبودم، حمایتت نکردم، تو مملکت غریب تنها بودی، وقتی طلاق گرفتی تنها بودی، ولی تو تنهام نذار. وقتی یه جوری نگاه میکنی انگار نامردم، دلم میگیره. نگرانتم. بهم اعتماد کن، میدونم دارم چیکار میکنم. منم جز تو کسی رو ندارم. دلم خواد دوباره خنده رو رو لبات ببینم. روزا همه امیدم دیدن توه. خودم هم دلم واسه خنده هم تنگ شده، ولی تا قاتل زنم رو نگیرم آروم نمیشم. آنی میترسم امیرعلی. نترس، مراقب خودم هستم، قول میدم. باش، حالا دیگه خیالم راحت شد، میرم تخت میخوابم. شب بخیر. شب بخیر. سلام بابا جون. سلام عزیزم. اینجا چی کار میکنی؟ مامان دعواش نکن. اشکال نداره قربونت برم، مادرت حرف داره. صورتت چی شده؟ دعوا کردی؟ آره یه کوچولو. دیرمون شده، چی کار داری؟ مادرم به خاطر دیشب معذرت خواهی کنم. همین؟ میدونی این بچه دیشب چه حالی داشت؟ معذرت میخوام عزیزم. اشکالی نداره. بیا ببین برای چی آوردم قربونت برم. هیله های زمان بچه گیم. وای مامان نگاه کن چقدر قشنگه. خوشحالم خوشت اومدی. یه خواهش دیگه هم دارم، میخوام تو اتاقم اگه میشه بگردم ببینم یه چیزی پیدا میکنم که کمک کنه حافظم یا گذشتم و بتونم یه چیزی از توش در بیارم. اشکال نداره، این کلید هر چقدر خواستی اینجا بمون، چیزی هم لازم داشتی ببر. فقط خواستی بری در رو قفل کن، من یک کلید زاپاسو محل کارم دارم. معلومه فکر همه جا رو میکنی همشه. نه همیشه. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ مهسا جان. خداحافظ بابا. سلام ماهرخ، ببخشید دوباره مزاحمت شدم. این رمز گاوصندوق توی اتاق
میدونی چنده؟ من خبر ندارم. باشه ممنون. خداحافظ. خداحافظ. بله. سلام، منم فرامرز. سلام مادر. طوری شده؟ اگه ممکنه برین تو اتاق اون در صندوقچه من رو باز بکنین. پشت در صندوقچه کاغذ چسبونده شده. هر چی روش هست رو میخونید برای من. میخوام یادداشت بکنم. دست شما درد نکنه. 11-88-A. ممنون مادر جان. قربانت. خدا نگهدار. به منم گفت مادر جان. الو. الو. سلام آقای احسایی. خدا رو شکر که گوشیتون رو جواب دادید. تهران تشریف دارید؟ بله. ببخشید. میدونم هنوز دو روز مونده به پایان مرخصیتون، ولی آقای فضلی در به در سراغ شما رو میگیره. اگه ممکنه خودتون رو برسونید شرکت، مثل اینکه مشکلی پیش اومده. شرکت؟ به آقای فضلی بگم پیداتون کردم یا پیداتون نکردم؟ بله خودم میام. بله. خوش آمدیم. سفر خوش گذشت؟ بد نبود. راستی ماشینتون کجاست؟ با تاکسی اومدم. سلام قربان شما. مهندس احسایی. سلام. سلام خانم. خوش اومدین. ببخشید زنگ زدم مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، اشکال نداره. جدی؟ بله خانم هاشمی. سلام.
امروز از دنده خوبش بلند شده. تو ببر الان کیک و قهوهش بذار رو میزش تا حوارش بلند نشه. برو. باشه. بهتره فکر کنه کاری به کارش نداریم. اینجوری اگه ریگی هم به کفشش باشه زودتر معلوم میشه. اگه ولش بکنی ممکنه دوباره روش زیاد بشه ها. گفتم فعلا کاریش نداشته باش. فقط از دور مواظبش باش. باید بفهمیم کجا میره و با کی ارتباط داره. به ستاره بگو حواسشو بیشتر جمع کنه. چش آقا، چش. بفرمید. آقای مهندس، به آقای فضلی گفتم تشریف آوردین. تو اتاقشون منتظرتونه. اتاقشون؟ آه بله بله. منتظرتونه. سلام آقای فضلی. سلام. کجای مهندس؟ الان وقت مسافرت رفتن بود؟ چرا گوشی رو خاموش کرده بودی؟ مشکلی پیش اومده؟ همون دردسری که قبل از مسافرت برام درست کردی. بفرمایید. چه دردسری؟ پور غلامی رو بگم دیگه. چرا گذاشتی عوضش کنم؟ هر کاری دستم برمی اومده انجام دادم حتما. ولی متاسفانه مهندس ناظر ما رو عوض کردن. یه مهندس ناظر جدید جاش گذاشتن. در جریانی که بله بله بله. پس مشکل مهندس ناظره است. نمیدونم تو گوشش چی خوندن. فکر میکنه دنیا رو میتونه نجات بده. چند وقته که من نبودم چه اتفاقاتی افتاده؟ هیچ. پروژه رو خوابونده، دو روزم کارو تعطیل کرده. چرا؟ چراشو از من میپرسی؟ نه خودم بررسی میکنم. فقط کدوم پروژه‌مون بود؟ مهندس من یه چند تا پرونده با هم دارم. یه خورده میپرسیم پروژه آفتاب. نگران نباشید حلش میکنم همین امروز. باش فعلا با من کاری نداریم. فقط زود گزارششو با هم بده چون زیاد وقت نداریم. ببخشید اگه امکانش هست یه ماشین خبر کنید با آدرس پروژه آفتاب. ماشین نبردین؟ نه خیر. چشم من تماس میگیرم. بعد به پیمانکار پروژه اطلاع بدید بیاد کارگاه بعد باش حرف بزنم. چشم. یه نکته دیگه این که پرونده پروژه آفتاب هم بفرستید. میخوام قبل رفتن بخونم. بله. من نیم ساعت دیگه با شما تماس میگیرم. Thank you.
مهندس چطوری؟ برو تو دفتر اومدم. دفتر نه، همینجا خوبه. گرفتی ما رو؟ خب بیا بالا. مجتبا مجتبا الو مهندس بیار طبقه سوم آقا. بیا بالا. چطوری مهندس؟ سفر خوش گذشت؟ ممنون. خواستم کارو تعطیل کنم، خبر دادن که تشریف آوردید، خوشحال شدم. همه چی حله دیگه الان که اومدی؟ آره، گزارش مهندس ناظره رو خوندم. یه چند تا تخلفه که اگه برطرف بشه میتونیم پروژه رو بندازیم. زحمت کشیدید. مهندس ناظر این حرفا رو به مام زده بود. خب مگه ما موظف نیستیم حرف مهندس ناظر اجرا بکنیم؟ موظف که هستیم، ولی ولی نداره دیگه. شما بدون مجوز مهندس ناظر که نمیتونی کار بکنی. میشه؟ نمیشه. نه نمیشه. با مشکل کجاست؟ داری شوخی میکنی مهندس؟ آخه حرفاتون جدیده، قبلا از این حرفا نداشتین. چیکار میکردیم؟ هر کاری دلمون خواست انجام میدیم. نه هر کار که نه، ولی معمولا شما حلش میکردیم. خب الان هم داریم حلش میکنیم دیگه. یعنی چی مهندس؟ یعنی که یه چند تا مورد تخلف ایمنی وجود داره که باید برطرف بشه تا نظر ایشون هم تامین بشه. خدا رو شکر اینجوری که من تو گزارش خوندم، ساختمون تو مرحله نیست که احتیاج به تخریب داشته باشه. من که سر در نمیارم. یه روز میای با این مهندس سرشاخ میشی، به ما میگی محلش نذاری. الان میای یه سری حرفای جدیدتر و تازه‌تر میزنی. خب شاید پرونده رو من درست مطالعه نکردم. تاوان درست نخوندن نقشه شما رو ما باید بدی؟ شما چرا میگی تاوان؟ فکر کنم با هم میخوایم یه کار خوب ماندگار انجام بدیم. ببین مهندسیون، قرارداد ما بر اساس نقشه‌های قبلی شما بود. اگه قرار بشه نقشه‌هاتون رو عوض کنید و دوباره کاری بشه، باید قرارداد ما رو هم عوض کنید. قبلش من باید به هیئت مدیره حرف بزنم. اصلاح قیمت جزئی لازمه. البته نه اونقدر که مد نظر شماست، ولی لازمه. اینجوری نه زحمت‌های شما حروم میشه، نه ما مجبوریم با آدم‌های غریبه کار کنیم. حله. زبونت ما رو از سوراخ میکشه بیرون مهندس. رو قولت حساب میکنم. من این قرارداد اضافه نمیکنم. مگه نمیخوان این پروژه راه بیفته؟ خب راهش همینه دیگه. تو خودت سرپرست پروژه بودی، خودت هم باید درستش کنی. مگه من مسئول این پروژه نیستم؟ خب دارم میگم چه کار باید بکنیم دیگه. طبق گزارش مهندس ناظر، نقشه های ما ایراد داره. باید هم این ایراد برطرف بشه. در غیر این صورت. در غیر این صورت چی؟ تو خودت قرار بود هوای مهندس ناظر رو داشته باشی. نه، ظاهرا ایراد از منه. نمیتونم دم به دقیقه هوای هر کسی رو داشته باشم. بهتر من از این پروژه بذارید کنار. مهندس احسایی، چه خبر آقا؟ رسیدم بخیر. خوش گذشت. ممنون. کجا بودی آقا؟ خب دست مارم با خودت بگیر ببرم دور دورا دیگه. چه خبر ها؟ من که تازه رسیدم شرکت، شما چه خبر؟ همه چی ردیفه، همه دنبالشن. راستی فرمز جون، یکم پولمون داری به من بدی؟ راستش چقدی میخوای؟ از اون حسابی که پیشت دارم یه 5-6 تایی بهم بده. 5-6 میلیون؟ میدونم، خورد نمیخواستم پولمو ازت بگیرم، ولی دیگه چیکار کنم که خونه کارشان هیچ بچه رو چشم بدم. راستش من الان انقدر نقد ندارم. اذیتم نکن دیگه فرامرز. جدی میگم بابا، من نمیدونم تو چرا داری دست دست میکنی. خب این عقابا رو پرشون بده برن بیرون، کار تموم بکنن. ما به پول پله این وسط بریزیم، حساب ما هم تصفیه بشه دیگه. عقابا؟ ببین فرامرز جون، دوستیم، رفیقیم، دست منو گرفتی تو یه چیزم این وسط به من برسه، قبول. ولی اگه من کارم رو درست انجام ندم، اونایی که اون بیرون هستن هم کارشون رو درست انجام ندن، پروژه میخوابه. رئیسی؟ قبول.
ولی رؤسا همیشه به دنبال اینه که چیزی به زیر دستیشون هم برسه دیگه. دقیقاً. بذار من این پرونده رو یه دفعه دیگه بخونم، خودم خبرت میکنم. پروژه خوابیده. بوق بیدار باشم دست خودت. حالا خود داریم. خانم این پرونده پروژه عقاب رو بفرستید بعد بخونم. پرونده پروژه عقاب که خواسته بودی. در ضمن یه خانم اومدن با شما کار دارن. شما بفرمایید. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ببینمت. اینجا محل کارمه. اه؟ تازگی ها محل کارت شده؟ قبلنه که میومدم اینجا بیشتر از دیدنم خوشحال میشدی. چی میل دارین زنگ بزنم براتون بیارن؟ چایی، قهوه؟ هیچی نمیخورم. اومدم که با هم بریم نهار بیرون. من کار دارم. باشه، منتظر میمونم. خب کارتو انجام بده. میخوای کمکت کنم؟ چطور تو فرامرز؟ چرا انقدر به هم ریخته ای؟ چیزی نیست، یکم مشکل کاری. خب باشه، میریم بیرون یه چیزی میخوریم، با هم گپ میزنیم. خیلی وقته که با هم حرف نزدیم و اینجوری روحیه تو هم بهتر میشه. ببین ستاره خانم، من یکم مشکل دارم، باید بهم فرصت بدی. میدونم مسئله طلاقته، باورم نمیشه اینقدر برات سخت باشه. تو برو، من خودم زنگ میزنم بهت. هرچی که تو بگی. من عادت ندارم خیلی خودمو به کسی تحمیل کنم، ولی تو فرامرز چند وقت پیش نیستی. نمیدونم این سفر چی به روز تو بود. آره، سفر سختی بود. تو برو، حالم که بهتر شد خودم باهات تماس میگیرم. باشه، منتظرتم. خداحافظ. مهسا مامان خودتو تمیز بشوری یا؟ خودم میدونم. بیام سرتو بشورم؟ نه خودم بلدم. ماه من تو شبای تار